دونالد ترامپ. رژیم ایران پشت هر حمله‌ای در خاورمیانه بوده است. سناتور تام کاتن. رژیم یاغی ایران باید رفتار خود را تغییر دهد. فاکس نیوز. رژیم ایران برای تأمین پول گروه‌های تروریستی با کمبود پول نقد مواجه شده است. Look at what's been done by our vice president and the president. When I look at the horrible Iran deal that they made. دونالد ترامپ صبح امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفت: وقتی من به قدرت رسیدم، تروریسم در سراسر خاورمیانه وجود داشت. رژیم ایران در پشت هر حمله مهمی قرار داشت، چه در سوریه، چه یمن و چه در سایر نقاط منفرد کوچک. نفت این مردم را می‌بردند. آنها در همه جا درگیر بودند. اکنون به خاطر مشکلات جدی اقتصادی که پیدا کردند، آنها عقب نشینی کردند. ما تحریم‌های شدیدی اعمال کردیم. فولاد، مس، سایر اقلام که می‌فروختند تحریم شدند و نفتی که می‌فروختند اساساً خشک شده است. من به دنبال این هستم که رژیم ایران سلاح اتمی نداشته باشد. سناتور تام کاتن، سناتور ارشد سنای آمریکا گفت: رژیم یاغی ایران باید رفتار خود را تغییر دهد و قانون شکنی را متوقف کند. وی که با تلویزیون هیل مصاحبه می‌کرد، افسود: ما از رژیم ایران می‌خواهیم که رفتار یک رژیم قانون شکن و یاغی را متوقف کند. رژیمی که از تروریسم در سراسر منطقه حمایت می‌کند و تلاش می‌کند که دولت‌ها در سراسر منطقه را بی‌ثبات کند. جمعی از کارگران شرکت AGC در فاز 14 پارس جنوبی در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق عقب افتاده تجمع کردند. کارگران شهرداری صنعتی پالایشگاه آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوقشان اعتصاب کردند. غارت شدگان بدرتوس قدیم و کاسپیان جدید در مشهد در اعتراض به غارت دارایی خود و همچنین وعده و وعیدهای دروغین کارگزاران رژیم در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. استانداری مشهد. یک شنبه شب ماموران سرکوبگر انتظامی در کنارک در استان سیستان و بلوچستان قصد توقیف موتورسیکلت یکی از شهروندان را داشتند که با ممانعت مردم مواجه شدند. ماموران جنایت پیشه در مقابل مقاومت مردم موتورسیکلت را آتش زده و محل را ترک کردند. خبرگزاری سپاه پاسداران از کشته شدن رئیس پلیس آگاهی شهرستان اسلام آباد غرب و مجروح شدن یک مأمور دیگر در یک درگیری مسلحانه در شب گذشته در این شهر خبر داد. همچنین خبرگزاری رسمی رژیم به نقل از یک منبع آگاه خبر داد بامداد امروز در جریان یک درگیری مسلحانه در ایذه 3 نفر از مأموران نیروی انتظامی مصدوم شدند. Iran is short on cash. After 26 rounds of American sanctions, these officials say Iran is having a difficult time funding militias across the Middle East. فاکس نیوز گزارش داد اطلاعات نشان می‌دهد رژیم ایران برای تأمین پول گروه‌های تروریستی و همچنین فعالیت‌های ارتش سایبری در داخل کشور با کمبود پول نقد مواجه شده است. بنا به این گزارش، حماس مجبور شده است طرح‌های ریاضت کشانه را به خاطر کمبود تأمین مالی از جانب رژیم ایران ارائه کند. به شبه نظامیان شیعی نیز گفته شده است آنها باید منابع درآمد دیگری پیدا کنند و رژیم ایران دیگر در موقعیتی نیست که پول آنها را تأمین کند. فاکس نیوز افزود تحریم‌های سخت آمریکا اقتصاد ایران را به رکود کشانده و تورم به 50% رسیده است. Hamas has enacted austerity plans to address less funding from Iran. Officials say the intelligence shows Iran's cyber command needs money, and there's reports from the region that show Hezbollah is deploying donation boxes, piggy banks, to raise cash. State Department's envoy for Iran says this shows that administration sanctions against Iran are working.